دوستان خدمتتون عرض ادب و احترام میکنم، امیدوارم سلامت و تندرست باشید و ایام به کامتون باشه. با یکی دیگر از برنامه های بررسی تیترهای روزنامه های ورزشی چاپ تهران با افتخار خدمتتون هستم و با هم یه ورق خواهیم زد روزنامه های چهارشنبه 11 مهر 1403 ببینیم چه اتفاقی در روزنامه ها افتاده. در روی تیترهای مهمتر من یک کمی توضیح بیشتری خواهم داد. بریم به سراغ روزنامه خبر ورزشی با این عناوین: ساپینتو در استقلال فیلم بازی میکرد. اینو آقای محمد مایلکان سرمربی که به صراحت لهجه معروفه و مصاحبه‌هاش همیشه جنجال حاشیه داشته، اشاره کرده که آقای گاریدو فیلم بازی نمیکنه و شخصیت خودشه، اما از آقای ساپینتو انتقاد کرده. صحبت‌های مفصلی هم کرده با این روزنامه و خدمتتون عرض بکنم نکته جالبش همین فیلم بازی کردن آقای ساپینتو است. سهراب بختیاری‌زاده سرمربی موقت استقلال شد، همونطوری که مستظرسی استقلال بعد از شکست مقابل از سعد قطر در دوحه دوشنبه شب 2-0 باختن و نکونام برای بار دوم استعفاشو نوشت و داد به آقای شهریاری و در نهایت تو جلسه هیئت مدیره موافقت کردن. موافقت هم میکردن، یعنی همه چی مشخص بود. سهراب بختیاری‌زاده به عنوان سرمربی موقت استقلال انتخاب شده. بازی با هوادار قطعا نیش رو لینکت هست، اما استقلالی ها گفتن که ما سرمربی آیندهمون یه گزینه کارنامه دار خارجی هستش. خوان کارلوس گاریدو: فکر نکنید همه را میبرید. هشدار جدی گاریدو به بازیکنان پرسپولیس بعد از تساوی نابهنگام مقابل پاختا کرده لیگ نخبگان. پرسپولیس 2 امتیاز حساس بازی خانگی رو از دست داد و از قافله عقب موند. قرارداد نکونام 3 ساله و 100 میلیارد. یعنی واقعا من نمیدونم این مدیرانی که اومدن این قرارداد رو بستن و یه مبلغ این مدلی، خب چی عاید استقلال شده؟ 100 میلیارد آقای نکونام، مگه میشه؟ آخه شما نگاه بکنید چه کارنامه داشته جواد نکونام، با چه شیبه و فعل و انفعالاتی اومده سرمربی استقلال شده و اینقدر قرارداد سنگین. واقعا جای بحث و بررسی بیشتری داره. نهادهایی که به قول خودشون نهادهای نظارتی هستن کجا بیان ورود کنن ببینن چه پولی بوده؟ آخه اینا از بیت المال مردم، از جیب هواداران استقلال، نتیجه هم نگرفته جواد نکونام. روزنامه گل: آقای کارگرجم از پیشکسوتان استقلال گفته که به این تیم باید شوک وارد شود. که حالا سهراب بختیاری‌زاده رو آوردن و باید ببینیم که گزینه نهایی استقلالی ها کیه. فرشاد پیوز گفته دربی نفس پرسپولیس رو برای آسیا گرفته بود بعد از تساوی مقابل پاختاکور. صحبت‌های فرشاد پیوز و سایر پیشکسوتان پرسپولیسی گفتن پرسپولیسی هم تو باد اون برد بودن، همین که خوب ریکاوری نکرده بودن و انگار تمام انرژیشون تو اون بازی تموم شده بود و تو این بازی خیلی حرفی برای گفتن نداشتن. بریم به سراغ روزنامه بعدی ما، روزنامه ابرار ورزشی با این عناوین: مدافع پیشین جانشین موقت نکونام شد، نوشدارو با حضور سهراب. سهراب بختیاری‌زاده سرمربی موقت استقلال. علیرضا اکبرپور گفته استقلال مکانی برای آزمون و خطا نیست. به اسم هواداران استقلال و هوادارانش رو نابود کردی، اگر غرورت اجازه میدهد عذرخواهی کن. آقای شاکین صحبتهایی که به جواد نکونام کردن و پایان عصر جواد نکونام در استقلال بود بدون هیچ موفقیتی. روزنامه ایران ورزشی: استقلال سرمربی ناکام را بلعید، پایان عصر نکونام. خب صحبت کردم که نکونام رفت و سهراب بختیاری‌زاده اومد. روزبه چشمی 1 ماه خانه نشین شد، مسئولیتی که گریبان استقلال گرفته. سرمربی خارجی به زودی در تهران. واقعا یه مدیر عامل استقلال داره به اسم فرشید صنعی، اصلا پدیده یه برای خودش و این آدمو بعد بگیرنش و
واقعا میگن ازش سوال بکنن که آقا چطوره تو با هر مدیری میتونی کار بکنی و توی این بازار مکاره نقل و انتقالات خود پیشکسوتان استقلال و آدمایی که تو استقلال بودن میگن اصلا خود ایشون یکی از کسانی که پاش گیره تو این مسائل مالی و فساد مالی زیاد داره، اما چطورشون مدیر عامل استقلال شده الله اعلم. روزنامه شوت، استعفای نکونام کار درستی بود. بهداشت فریبا گفته مربی ایرانی نمیتواند استقلال را جمع کند. همین آقای فریبا هفته قبل رفته و سر تمرین استقلال در قبل از داربی و حمایت‌های زیادی از نکونام که بعد از اونم باز اشاره کرده بود که نکونام بگذارید بمونه. الان نمیدونم قصه شد. جانشین احتمالی نکونام پیدا شد. سه گزینه خارجی، یک ایرانی. آشفته بازار تیتر اول روزنامه فرهیختگان هست. با جدایی نکونام از استقلال، باشگاه به سراغ گزینه‌های جانشین او رفته، اما انتخاب یک سرمربی خوب مستلزم حضور یک مدیر بزرگی است که فعلا این باشگاه از آن بی‌بهر است. همون حرفی که من خدمتتون عرض کردم، با مدیر، با حضور مدیر نالایق و معلوم الحالی مثل فرشید سمیعی، اصلا شما مطمئن باشید استقلال روزگار تیره و تاری بیشتری خواهد داشت. گفتم که روزوی چشمی هم یک ماه از میادین به دوره. خدمتتون عرض بکنم سپاهان هم که 4-0 استقلال تاجیکستان رو در لیگ قهرمانان زد. پشت پرده جریمه 1 میلیاردی پرسپولیس کار خودیا بود. چرا جذب وینگر مراکشی منتفی شد؟ صحبت بر سر اون جعل امارای نبیل باویه که به جاش یه امارای کسی دیگر دادن به اسم باوی تمومش کرده بودن. و ببینید این بازیکن آوردن و نیم فصل پارسال رفت، چه پولی این وسط گیره و چه کسانی اومد. خب اینو کی باید جواب بده؟ هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هفته قبل میگه آقای درویش کارشو به نحو احسن انجام داده. خب همین هیئت مدیره الان پاسخگوی این قضیه هست؟ خب اینا نبودن. گریمان آقای درویش رو بگیرن، بگیرن اون دلالا، اون کسانی که از کنار نبیل با اوردن نبیل باوی به پولهای وحشتناکی رسیدن، الان کجا میان جواب بدن؟ یه سهمیه سوخته پرسپولیس رو چی قراره پاسخ بده؟ هیچ کس. خود آقای درویش الان مهمترین آدمی که باید پاسخ بده، اما قاعدتا جایی نیست که بخوان گریبان ایشون رو بگیرن تا بیاد پاسخ خوب باشه. این همه پول از جیب مردم ایران و هواداران پرسپولیس رفته، دریغ از یک پاسخ دقیق و روشن از جانب مسئولان باشگاه پرسپولیس. دوستان خوبم، همراهان چنل سود، امیدوارم که بخشی که تقدیم حضورتونشون متوجه شما قرار گرفته باشه. تلاش من و دوستانم و به خصوص دوست خوبم شهرمین ادیتور برنامه که داشتن تشکرم میکنم به خاطر تلاشش و زحماتی که توی چنل سود میگشه. سود آفیشیال فراموش نفرمایید رفقا. دم همتون گرم، شب و روزتون خوش، خدا یارو نگهدار.